زود باش بده ببینم. همه جا رو گشتیم تا تونستیم شبیهش رو پیدا کنیم. خدا رو شکر. حتی همون مارکه. پس چی فکر کردی؟ فقط قیمتش فرق میکنه. این 70 لیره است. وای سهیلا تو خیلی خوبی. نمیدونم چرا فیروزه خانم 20,000 لیر بابت این داده نمیارزه. منم نمیدونم، سرش کلا میذارن دیگه. از کجا میدونی؟ شاید اونم از همینجا میخره و قیمتشو به ما دروغ میگه. آره خب تو هم درست میگی، اونجا جنساش خیلی خوب و ارزونه. وای سهیلا نگاه کن اینجا رو. کجاش؟ اون با این فرق داشت، اینجاشو میگم. آره نگاه. راست میگی. وای اینجاشو نگاه، شکاف بده خورده. ببینم. لعنت به این شانس. اینجوری نگو جمیله. حالا چی کار کنیم سهیلا؟ نمیدونم. نمیدونم که نشد حرف. شاید نبینتش. الان چند روزه که خونه نیست، از کجا میخواد متوجه این شکافا بشه؟ مهم نیست، بذار ما برگردونمش سر جاش. تازه وقتی هم که پیداش کنه خودشو سرزنش میکنه که چرا موقع خرید حواسش به این شکافا نبوده. بفرمایید. من میرم بیرون. خداحافظ. میری پیاده روی؟ آره مرخصی گرفتم. عالی، خوش بگذره. اتاق فیروزه خانمو مرتب نکردین؟ الان میرم مرتب میکنم. آه راستی ملافه آرام عوض کنیم. باشه باشه عوض میکنیم. خوب شد که رفت، حالا میریم میذاریمش سر جاش. وایسا حداقل یه اتوش بزن، اینجوری خیلی چورکه. باشه فقط زود باش. فقط خدا کنه حواسش نباشه. بشیر تو مراقب همه چی باش، ما میریم زود برمیگردیم. باشه فقط زود بیاییم. بیا. یادت کجا آویزون بود؟ معلومه که یادم نیست. خب بیا حالا هر جا شد آویزونش میکنیم. اینجا چه خبره؟ چیزی نیست. اگه چیزی نیست چرا رنگتون پریده ها؟ گفتم توضیح بده اینجا چه خبره؟ با کمد فیروزه خانم چی کار داشتی؟ شما دو تا چیو از من پنهون میکنی؟ خواهش میکنم داد نزن، میگم چیزی نشده. زود باش جمیله، حرف بزن چی کار کردی؟ اصلا تو این اتاق چی کار میکنی ها؟ مامان خواهش میکنم موضوع رو بزرگش نکن. دختر تو داری منو دیوونه میکنی. زود باش حرف بزن جمیله، زود باش. الان شهیده قایمش کردی. زود باش دیدی چی کار کردی؟ چی شده؟ بالاخره یه روز این دختره منو سکته میده. لمیز خانم ببین چی کار کرده. برین بیرون. چی شده؟ چرا همتون اینجا جمع شده بودی؟ دیدم رفتن تو اتاق فیروزه خانم، گفتم ببینم دارن چی کار میکنن. یهو دیدم رفتن سر کمدش. آقا تو با کمد اون چی کار داشتی دختر؟ من چیزی بر نداشتم، داشتم یه چیزی رو میذاشتم سر جاش. داره راست میگه، باور کنی.
مجبور بودم این کارو بکنم. چی رو مجبور بودی؟ جمیله بهتره راستشو بگی. همتون برین تو اتاق موزیک. زود باشین. خدایا مگه من چی کار کردم که این دختر رو به من دادی؟ باور کن این قصد بدی نداشتم. خوش اومدین خانوم. سلام، بشیر خونه است؟ فکر کنم تو آشپزخونه است، صداش کنم؟ نه لازم نیست، من دارم میرم داخل. بگو ماشین رو ببره تو پارکینگ. بله حتما میگم. به خدا یه عمر با آبرو زندگی کردم لمیز خانم، حالا ببینیم بچه چجوری با آبروی من بازی کرد. داشتیم شوخی میکردیم، بهش گفتم این لباس رنگ گرفته، برای چی انداختیش تو سطل آشغال؟ رنگ لاک پاک نمیشد، گفتم یکی نو بذاریم سر جاش. خیلی خوب، زود باش دیگه، برو یه نو بذار سر جاش. باشو. اگه از دستم نمیکشیدی پاره نمیشد. خود پیرهنم از اول درز داشت، خراب بود دیگه، چی کار کنیم؟ آخه چند نفر تو این خونه کار میکنن؟ پس کجا؟ اگه خونه هم دزدیده بشه هیچکی نمیفهمه. لمیز خانم، خودتون که دارید میبینید کارای خونه کم بود، هر روز هم این بچه ها یه خرابکاری دیگه میکنن. به خدا دیگه تحمل ندارم، سرم داره منفجر میشه، دیگه نمیتونم. آخه بشیر تو دیگه چرا؟ خوش اومدین. دیگه چه خبره؟ کی خرابکاری کرده؟ بله خانم. خیر باشه لمیز خانم، میشه بگین این جلسه برای چیه؟ آه نه، یه جلسه ماهیانه است. راستش همونطور که میدونید ما هر ماه یه جلسه برای کم و کسری های خونه و لوازم مورد نیاز میذاریم. همین، من این جلسه رو قطع میکنم، لطفاً یکیتون همومو برام آماده کنه. کاتیا مرخصی گرفته. بله میدونیم مرخصی گرفته، الان براتون آماده میکنم. دو دقیقه ای آماده میکنم. به بشیر بگو کیفا رو از تو ماشین بیاره. بله حتما. مثلا میخواستی این موضوع رو قایم کنی؟ آره؟ وقتی پدرت بفهمی چی جوابشو میدی؟ چی میخوای بهش بگی؟ نمیتونم تو روش نگاه کنم، خواهش میکنم بهش نگین، دیگه تکرار نمیکنم. خونه خرابمون کردی، بار دومه که جلوی عدنان به که آبرومون میره. این دفعه دیگه مشکل فیروزه خانم، عدنان به که نیست. دیگه حتی معذرت خواهی هم فایده ای نداره لمیز خانم، بدبخت شدی. بسه دیگه، بسپرینش به من. چجوری؟ یکی دیگه جاش میاری میذاریم سر جاش. اگه بخوایم یکی مثل اونو بذاریم سر جاش خیلی گرونه، 20,000 لیر پولش. راه دیگه ای نداریم. بدون اینکه کسی متوجه شه از حقوقتون کم میکنم. باید این کارو بکنیم، بهتر از اینی که متوجه بشن و موضوع بزرگ کنن. بله حق با شماست، ما واقعا ممنونیم. ازتون ممنونم. من به خاطر تو این کارو نمیکنم جمیله، فقط به خاطر پدر مادرته، چون حقشون نیست این بلا سرشون بیاد. تو باید به شدت تنبیه بشی، تو اونا رو تو موقعیت خیلی سختی قرار دادی. واقعا باید از این رفتارت خجالت بکشی. تو حق نداری از لطف و محبتشون سوء استفاده کنی. عاقل باش و درست رفتار کن. قوانین این خونه رو زیر پا نذار، باید بهشون احترام بذاری. منظورم به بشیر و سهیلا خانومم هست. بله خانم، واقعا متاسفم. زود برو آماده شو، باید بریم بازار و شبیهشو پیدا کنیم. یلا برو. مامان منو ببخش، باور کن دیگه تکرار نمی کنم. دیگه دوباره ای در کار نیست، اشتباهاتت دارن زیاد میشن. فقط به خاطر خانوادت میبخشمت، وگرنه کمکت نمی کردم. اینو تو گوشت فرو کن. زود باش برو آماده شو، باید زودتر بریم. من باید برم نهال از مدرسه بیارم، اگه میخواین معطل نشین میتونم سر راه برسونمتون. خوبه،
تو امینا رو قایم کن. چشم نمیز خانم، نمیدونم چجوری باید جبران کنم. خدا خیرتون بده. الهی به زمین گرم بخوری دختر، از جلوی چشمام دور شو. زود باش دیگه.